روزنامه حکومتی آرمان در مطلبی راجع به تلاش میانجیگرانه فرانسه برای نجات برجام نوشت اکنون یک وضعیت بسیار پیچیده در خصوص پیروزی و یا شکست طرح مدنظر امانوئل ماکرون در کاهش تنش تهران واشنگتن وجود دارد. و نکته بسیار مهم به این واقعیت باز میگردد که در ماه های منتهی به انتخابات سال 2020 بسیار بعید است که دونالد ترامپ بخواهد در سایه طرح انجماد در برابر انجماد ترمزی در تحریم های کاخ سفید شکل دهد چرا که این مسئله می تواند به عنوان عقب نشینی وی از مواضع انتخاباتی قلمداد شود آرمان نوشت فرانسه سعی دارد از هر طریق ممکن مانع از فروش پاشی برجام شود اما اکنون با یک وضعیت بسیار پیچیده مواجه است یک رسانه دیگر باند روحانی نیز درباره پیامدهای تحریم ها نوشت دولت فکر نمی کرد تا این حد تحریم ها شدید و سنگین باشد نظام حتی زمانی که توسط شورای امنیت تحت تحریم بود اینقدر تحت فشار نبود این منبع افسود در واقع دولت تصور می کرد فقط ایالات متحده ما را تحریم خواهد کرد که تجربه آن هم از گذشته وجود داشت و صرفا قیمت تمام شده اجناس وارداتی از آن کشور کمی بالا می رفت ولی در هر صورت خرید بدون مشکل انجام می شد. اما در حال حاضر کاربر کار به جایی رسیده که روحانی در مجلس گفت ما در برهی حتی یک دلار ارز نداشتیم و کاری کردن که کارد به استخوان رسید.